اردوان روزبه اینجا همکارم هستن با ما. اردوان، از مقامات غیر از مقامات در آمریکا چه خبری هست؟ چه واکنش‌هایی نشون دادن؟ شاید یکی از مهمترین نظراتی که ما شنیدیم به جز مقامات آمریکایی امروز صحبت‌های جوزف بورل بوده، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که به طور خیلی جدی و گسترده‌ای در ارتباط با مسئله فشاری که بر جامعه ایرانی داره وارد میشه اظهار نظر کرده. تقریبا میتونم بگم این اظهار نظر متفاوتی هستش. به جدی که اروپایی‌ها به خاطر شرایطی که در برجام داشتن پیش بینی میشد که سیاستشون در قبال مسائلی که در ایران داره اتفاق میفته سیاست جدی نباشه یا دست کم مماشات بکنه. اما جوزف بورل فکر میکنم امروز تقریبا خیلی روشن‌تر صحبت کرده. اون اشاره کرده که اتحادیه اروپا معترض نسبت به وضعیت و معتقده که توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول رفتار جمهوری اسلامی با مردم در خیابان. گفته که اتحادیه اروپا و کشور عضوون از مقامات ایرانی میخوان که به قوانین و میثاق‌های بین‌المللی در ارتباط با رعایت حقوق بشر پایبند باشند و سعی بکنن که اون چیزی که سیاست سازمان ملل در قبال مردم رو رعایت کنه. اون همچنین خانه توقف فوری خشونت‌ها بوده و آزادی دسترسی به اینترنت رو متذکر شده و تاکید کرده که به هر حال اطلاعات باید در اختیار مردم ایران قرار بگیره. اون تاکید کرده که اتحادیه اروپا بررسی گزینه‌های مختلفی رو داره انجام میده که در نهایت بتونه به نفعی در ارتباط با پرونده قتل حکومتی مهسا امینی امکان تحقیق و بررسی بیشتری وجود داشته باشه و این مسئله رو ممکنه در شورای بعدی روابط خارجی اتحادیه اروپا بخواد مطرح کنه. یه خبرنگار از وال استریت جورنال هم نقل میکنه از اتحادیه اروپا که احتمال خیلی زیادی وجود داره که تحریم‌های رو اتحادیه اروپا علیه ایران به دلیل سرکوب مردم در خیابان‌ها بخواد اعمال بکنه. عطاون به وارسته ژورنال اشاره کردی، چند تا مطبوعات دیگر هم در خبرها گفتم، ولی غیر از اینها میدونم که مقالات زیادی نوشته شده بود، خیلی از رسانه‌ها و مطبوعات بین‌المللی به این اعتراض‌ها پرداختن و ازشون حمایت کردن. کاملا درسته. سلید یه مقاله داره تحت عنوان اینکه وقت تغییره. اون توی مقاله‌ای که به قلم اسمیل در واقع نوشته شده گفته که در ایران یک تغییراتی داره به وجود میاد، یک مقاومتی داره به وجود میاد که ایرانی ها نوع دیگری از رفتار رو نسبت به حکومت داره نشون میده. یکی از هفته گذشته بعد از اینکه مهسا امینی دختر 22 ساله در دست نظر پلیس امنیت اخلاقی در ایران کشته شده، تغییرات اساسی در ایران شروع شده و نویسنده مقاله تاکید میکنه که با این وضعیت که داره پیش میره تعداد کشته ها افزایش پیدا میکنه ولی مردم مقاومت دارن نشون میدن و دارن ادامه میدن کاری که دارن انجام میدن. یه مقاله مربوط به اسلید بوده. مقاله دیگه هم برای من جالب بود که در ارتباط نقش زنان مطرح کرده در گلیمور. بله. اون میگه که ایرانی، زنان ایرانی این بار رهبران موج تازه‌ای از جنبشی هستند که علیه دولت داره به وجود میاد و اشاره میکنه به نقش اونها در اتفاقات و اعتراضاتی که تاکنون در ایران رخ داده و تاکید میکنه نویسنده مقاله این یک جریان متفاوت و تازه‌ای که جهان داره باش روبرو میشه.